سلام بر بینندگان خوب تلویزیون اصل امروز، به خصوص برنامه چهره ها. طبق هر جمعه در خدمت دوست نازنین و همکار عزیزم خانم زهرا سروش. خوش آمدی عزیز. سلامت باشین. سلام به پریجون عزیزم، همجور مریم در اتاق فرمان و همه همراهان خوبمون. امروز از پای تلویزیون تکون نخورید. به به به، لحظه به لحظه میخوایم باتون حال احوال کنیم و گل بگیم و گل بشنویم. قبل از اینکه بپردازیم به برنامه، میخواستم بگم که امروز تولد مریم عزیزه. به به، ببین من که گفتم امروز برنامه خوبی داریم. وقتی که حرف از خوبیا و عشق و شادی میشه، همش میاد دیگه، چون فکر آدم به اون طرف میره. مریم تولدت مبارک. انشاءالله که قدیما میگفتن 120 ساله بشی، الان میگن 150 ساله بشی، سایت بالا سر همه هم باشه انشاءالله. خلاصه خیلی جالبه. من پوری جان، حالا این جمله رو بگم که میگن وقتی یه کاری داشته باشی که انجام بدی، یا یه چیزی که بهش عشق بورزی، حالا بچت باشه، نوت باشه، یه گل باشه، گلدون باشه، یه خونه باشه، پنجره باشه، فرقی نمیکنه، و یه انگیزه ای داشته باشی برای که امیدوار باشی، بدون که یه فرد خوشبخت هستی. واقعا یه چیزی برای این که آدم انجام بده و خوشحالی بکنه کافیه. به همین قشنگی میتونه دنیا آسون باشه. داشتم در مورد تکامل انسان ها یه کتابی رو میخوندم، خیلی جالب بود مطالبش. حالا همه کتاب رو که نمیتونم خلاصش رو بگم، ولی موضوعش جالب بود. پوری جان میگفتش که ما آدما قبل از اینکه برنامه شروع بشه داشتیم از گرما صحبت میکردیم، درسته؟ گفتم ما آدما چقدر نازک نارنجی هستیم. گرما میشه نمیدونیم چه کار کنیم، سرما میشه نمیدونیم چه کار کنیم، یعنی زود سردیمون میشه، گرمیمون میشه، گرما، سرم، همه چی رومون اثر میذاره. و اونم از تکامل میگفت، میگفتش که درسته که تکامل پیدا کردیم، ولی همیشه هم تکامل به نفع انسان نبوده. و اینجوری توضیح میداد که میگو وقتی که ما آتش رو اختراع کردیم، ما آدما، خب غذامون نرمتر شده دیگه پوری جور، پختیمش و نرم شد و هلو برو تو گلو نرم، دیگه نمی جویمش و فکمون قوی تر بشه. پس بنابراین فکمون ضعیفتر شده، دهانمون توش کوچیکتر شده. بعد میگفتش که وقتی که خب غذاهای مقوی خوردیم و پختیم و خوردیم، مغزمون رشد کرد، مغزه بزرگ شد، اون وقت جا نداشت کجا بره تو این جمجمه، اومد قسمت پیشونی رو گرفت، فشار آورد به سینوسا، جای پیشونی رو گرفت و مغز پیشانی به وجود اومد. و همه اینا میگفت باعث شده که از بین 5000 رو فکر کنم اگه اشتباه نکنم 400 نوع پستانداری که روی زمین هست، تنها پستانداری که ممکنه لقمه بره تو گلوش رو خفه بشه ما هستیم. جدی؟ یعنی پستاندارای دیگه ایشون حالت خفگی در اثر خوردن بهشون دست نمیده. من ندیدم گاو لقمه تو گلوش گیر کنه، یا پاپیا یا گربه ها، نه. من اینو اصلا منم جالب بود برام، فکر کردم دیدم راست میگه، به خاطر این تکاملی که به وجود اومده و مغزمون بزرگ شده و رشد کردیم، بر همین جدا بهش میگن فرگشت، بهش نمیگن مثلا تکامل. به هر حال یه چیزایی به نفعمون شده، یه چیزایی به ضررمون شده، و برای همین میگفتش که قدیما، راست میگه دیگه، مثلا میمونا رو اگه ببینی بینیشون کوچولو چسبیده به صورتشون، آدم ها هی بینیشون دراز شده به خاطر که جا پیدا کنه نفس بکشن. نفس بکشیم و هی حالا تازه که خودمون نمیریم این عملش میکنیم، ولی میگفتیم بینی برای اینه که حفره هاش باکتری بیشتری جلوش رو بگیره و ما بتونیم تنفس بیشتری بکنیم. و نتیجه خلاصه چکیده این کتاب این بودش که سعی کنیم از بینی نفس بکشیم، نفسای عمیق بکشیم. و اصطلاحی که به کار می برد اینطوری بود که می گفت مثلا شما یه قایق رو که بخواید پارو بزنین،
این قایق رو اگه تون تون پارو بزنین و سطحی پارو بزنین مثل نفس علکیه، زیاد قایق جلو نمیره. ولی وقتی که شما این پارو رو عمیق پیش بزنین و محکم ببرینش، آرام ببرین جلو، قایق بهتر حرکت میکنه. ما هم همینطوریم. این ببین یه چیز کوچولو پوری جونا، نفس کشیدن، ولی خیلی مهمه که از بینی بکشیم عمیق و آرام نفس بکشیم. و میگفت در طول عمر خیلی موثره. بعد یکی از راه های جالبی که خانم دکتر شارونا جایان توی برنامه‌های دندانپزشکی و به اصطلاح نفس کشیدن اینا توصیه میکردن این که اگر طاقت داشته باشین دم دهنتون رو شبا چسب بزنی. من این کارو کردین این کارو؟ بله، هیچ اتفاق نیفتاد. مجبوری که از بینید نفس بکشی، عادت میکنی. بعد از یه مدتی آدم عادت میکنه دهنش رو وقتی آروم ببنده. به خاطر اینکه این اسلیپ اپنیا و اینا میدونی که بیشتر تو آدم ها اتفاق میفته دیگه، به خاطر همین تکامل و نوع جاذبه زمینی که روی به اصطلاح زبان کوچیک و زبان بزرگم به وجود میاد و سنگینیش میفته تو حلقمون. خلاصه تکامل هشینم جالب نبوده، بعض وقتا خوب بوده بعض وقتا بد. حالا یه سوالی از شما دارم، تو همین تکامل، اینی که میگن پیشونی منو کجا میشونی، این موضوعش چیه؟ آره دیگه، اینو بعد روانشناسا رو بیاریم. خب یه سریشون معتقدن، یه سری معتقد نیستن، ولی واقعا بعضی وقتا که میبینی شانس و زمان و مکان و اتفاقات رو آدم میبینه، نگاه میکنه، میبینه که ممکنه مثلا شما در نظر بگی یه بذر رو ببین، یه بذر رو اگر توی گلدون بکاری، یه مثلا بذر درخت بزرگ بلوط باشه، خب این جاش بعد دیگه از بین میره. همین بذر رو یه زمین بزرگ بکار، خب یه درخت میشه. محیط مهمه. ولی من خودم معتقدم شانسم مهمه پوری جان. من فقط نمیخواستم، ولی تکامل درونش نقشی نداره، درسته؟ نه نه، تکامل هزاران 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 سال. آقای دکتر نوذری رو یه روز میارمشون تو برنامه که راجع به تکامل انسان ها واقعا خیلی خیلی قشنگ صحبت میکنن از تکامل انسان ها که کجا بودیم و چی هستیم و یه روز هم از زندگی عنکبوت ها میگفتن. خلاص داستان مفصله، ولی گفتم این صحبت ها رو بکنم که یادآوری کنم به خودم و خودتون و همه همراهانمون که نفس عمیق کشیدن رو فراموش نکنیم، آرام و عمیق. خب میدونین که نفس عمیق کشیدن در روز چندین بار در هوای آزاد حتی باعث لاغری هم میشه. بله بله، متابولیسم رو میبره بالا، سوخت و ساز بدن میره بالا و اینا رو همه رو بینندگان عزیز ما تجربه کردن، میدونن، اطلاعاتش رو دارن. ولی برنامه چهره ها همیشه یادآوری میکنه ماسک بزنیم، به موهامون برسیم. امروز چیکار کردین شما برای موهاتون؟ بالا طبق گفته های شما، اینو جدی میگم، صبح قبل از اینکه شاور بگیرم و بخوام موهام بشورم، یک مقدار از همین کرمی که هر روز برای دستم استفاده میکنم با یه ذره روغن زیتون قاطی کردم و به تمام نوک موهام زدم. واقعا وقتی که شسته شد و بعد از سشوار کشیدن اینو دیدم که اون حالت خشکی و اون حالت زبر بودنش واقعا از بین رفته، خوشبختانه. آره دیگه، مثل ناز و نوازشه، مثل آدم رسیدگی بکنه به پوستش. مو هم همینطوره و وقتی بدرفتاری باش میکنیم اینا روزنه هاش باز میشه، آبش از دست میره، چند شاخه میشه، پودر میشه، به خصوص وقتی که بلیچ بزنیم، رنگ بکنیم، آفتاب هست، گرما هست، مواد شیمیایی تو حمام هست، فاکتورهای زیادی. پس بنابراین اینقدر اذیتشون میکنیم باید بهشون برسیم. آخه سروش جان، من همیشه از روغن زیتون و روغن نارگیل و اینا استفاده میکردم، ولی هیچ موقع فکر نمیکردم کرم دست و این مرطوب کننده اینا بتونه اینقدر تاثیر خوب روی مو داشته باشه. بله، کرمای مستورایزری که میگیریم برای پوستمون به خاطر که فرمولش طوری درست شده که مقدار زیادی آب قابل نفوذ داره خیلی خوبه. ببینیم وقتی که من آبو به دست و صورتم میزنم،
داخل پوست نمیره. همیشه ما برای کرم های لسین و سرم لسین توضیح میدادیم که وقتی ما دست و صورتمون رو میشوریم آب داخل نمیره، فقط سطح پوستمون رو خیس میکنه، وگرنه اگه آب میرفت که مثل بادکنک طور آب میشد صورتمون. ولی کرم های موسترایزر و به خصوص حالا لسین چون قیمتش یه ذره بالاتره، من هیچ وقت نمیگم به مو بزنید، ولی خودم بعض وقت دزدکی یه ذره شو قاطی میکنم با روغنا میزنم، خیلی هم نتیجه میگیرم. اینه که اینا فرمولش طوری ساخته میشه موسترایزر ها که قابل نفوذ برای زیر پوسته، برای همین وزیر مو وقتی که به مو میزنین اینا میره داخل مویی که خوش شده، آب رسانی میکنه و خیلی مو رو شفاف و خوب میکنه. پس روغن فقط روی مو رو میگیره، به خصوص که مولکولاش بزرگه و داخل نمیره، ولی وقتی که با موسترایزر یا مرطوب کننده قاطی میکنید یه ذره روغن رو و به موهاتون میزنید، حالا میتونه تو حمام زده بشه قبل از آب کشی که یه آبی هم روش ریخته بشه، یا اگر بعد از حمام میزنید امانت یا مقدارش باید خیلی کم باشه، در اندازه نوک قاشق چای خوری برای کل مو کافیه که روی موی خیس بزنید و بلکه خوش میشه، حالتش فوق‌العاده میشه. امروز که راجع به پوست و مو زیاد صحبت داریم، من یه اسکراب میخوام بگم و یه به اصطلاح ماسکی که بسیار آسونه تو خونه همه پیدا میشه برای آرنج و جاهای زبر بدن، پاشنه پا و جاهایی که چقدر عالیه، بخصوص الان فصل تابستون، فصل استرخ و لب دریا رفتنه، چقدر آدم نیاز داره واقعا. بله بیشترم کفشه باز میپوشیم تابستون، اینه که به پاشنهای پامون برسیم خیلی خوبه. اتفاقا رفته بودم بیرون، باور کنیم بعضی وقت آدم فضول نیست، چشمش میخوره. توی یه مهمانی بودیم، توی تولدی خانم خیلی برندهای قشنگ پوشیده بود و کیف و کفش عالی بود، ولی کفشش چون باز بود این پاشنه پاش همه رو خونسا کرد. بیرون یه لباس معمولی بپوشیم، پاشنه پامون خوب باشه، خیلی. و این چیزی که میخوام بگم فوق‌العاده است، عزیزان همراه ما باشن تا در مورد ماسک پاشنه پا، و میدونین ایج آدم ها از پشت آرنجشون بیشتر مشخص میشه، بنابراین دست و پا رو خیلی باید بهش رسید. این ماسک فوق‌العاده است، اما حالا برای که دلتون یه ذره آب بشه و تحملتون بره بالا، اگه اجازه بدین من دکتر مرجان آصفی رو بیارم از تکنولوژی آینده تکنولوژی صحبت کنن و بعد بریم سراغ ماسکامون. اجازه میدین؟ حتما، خوشحال میشم. بله بله، دکتر مرجان هم بیاریم ببینیم آیندهمون چیه. مثل فالگیرا ها بهمون میگن آینده چی میشه. ما رو امیدوار میکنن بیشتر، به خاطر اینکه هرچی تکنولوژی پیشرفت که میکنه به همون نسبت بردخته اختراع در کار پزشکی، داروها، هرچی که فکرشو بکنیم به عمر ما اضافه میشه. سلام عزیز خانم دکتر راسفی. درود بر شما بانو پوری هاشانجاد عزیز، بانو سروش عزیز، همچنان مریم جا در اتاق فرمان، و بسیار سپاسگزارم از دعوتتون. مرسی. تولد مریم جونه. بله بله مریم جان، تولدتون مبارک. ایشون هم از راه دور میگن مرسی. آهنگ تولدم لطفا بذاریم. حتما این کار خواهیم که باید خود مریم جون پیدا بکنه یکی از آهنگای قشنگ تولد بذارم. خانم هم میدونم که تلویزیون از امروز نفتم برنامه چهره خونه خودم میدونم، با اجازتون واقعا دلم تنگ شده بود براتون. ما هم همینطور، غیبت داشتی. کسایی که زیاد درس میخونن غیبت دارن، هر هفته پیداش نمیشه یه دکترای دیگه داره میگیره. ماشاءالله دیوارشون پر از مدارک و سرتیفایه و نمیدونم چیزای مختلف و درشتهای مختلف، ولی مهم اینه که ما هر هفته منتظر هستیم. داشتم خانم دکتر میگفتم مثل اینه که فالشون رو میگیرن، منتظریم خانم دکتر بیاد از آیندهمون بگه آینده قشنگیت چه خواهد شد و چی داریم خبر خوش که خوشحالمون کنه. یه خبر خیلی خوب مخصوصا تو دنیای تکنولوژی که اتفاق افتاده اینه که با استفاده از نور تونستن سلول‌های سرطانی رو پیدا کنن، دریافت کنن و اون جراحان بشنن با استفاده از اون
تو همه تومورها رو شناسایی کنن و بعد که بتونن اونها از بین ببرن و با این امکان در عرض چند دقیقه میتونن با استفاده از این نور روی تومورها مخصوصا تومورهای مغزی چون روی موش ها انجام دادن شناسایی کنن و دقیقا بتونن تومورها رو جراحی کنن و از بین ببرن با استفاده از روش فوتو ایمیونوتراپی. خانم دکتر مشخصه که مال چه نوع کانسر میتونه باشه؟ بیشتر الان که دارم تحقیق میکنم یه سرطان مغز هست که موشایی که مبتلا بودن به گلیوبلاستوما که از شاید های سرطان مغز هست در موشا تونستن این کار رو انجام بدن. بله امیدواریم هرچی زودتر این کار به واقعیت پیونده. پوری جلب در نیویورک هم خانم دکتر همونطوری که میدونید در یکی از بیمارستانهای بسیار معروف نیویورک هم دارویی رو در حقیقت این دارو بوده قبلا ولی تحت آزمایش قرار دادن و 12 نفری که سالها به اصطلاح زیر نظر بودن و 6 ماه مداواشون طول کشیده خوب شدن، یعنی اثری از کانسر و بیشترش فوکسشون روی کانسر و سرطان روده و معده و دستگاه گوارش بوده. اینا خبرای خوشی هست که شروعی هست برای اینکه بسیاری از کانسرها و سرطانها رو بتونن باش مبارزه کنن. البته همونطوری که همه ما میدونیم من یک برنامه‌ای دارم با آقای دکتر جوادی متخصص بیماری‌های خون و سرطان که اولین برنامه‌شون امشب روی سوشال مدیا میاد و رادیو قاصدک پخش میشه. هر هفته راجع به سرطان هر سوالی عزیزان دارن میتونن بپرسن. من پوری جون این برنامه رو امشب برای شما میفرستم که در فیسبوک چهره‌ها پخش بشه که عزیزان سوالاتشون رو زیر این مصاحبه بذارن و ما بتونیم پاسخگو باشیم. همونجور که میدونید خب سرطان خیلی پیچیده است. خانم دکتر خودتونم میدونید که میگن حتی این سلولای سرطانی مثل پوکر بازا هستن. بعضی وقتا اصلا خودشونو از به اصطلاح اون قدرت دفاعی بدن استتار میکنن، میپوشونن که دیده نشن که حمله بهشون بشه. به هر حال خیلی پیچیده است این قضیه ولی ما مرحله به مرحله سریال برنامه رو شروع کردیم که بتونن عزیزان هموطنمون با توجه به این که تعداد کانسر الان خیلی خیلی زیاده و میگن بعد از حالا مسائل کرونا که کنار بذاریم اولین مرگ و میر مربوط به سرطان شده متاسفانه که بتونیم انشاءالله کمکی بکنیم. خواهیم دیدید دقیقاً همونطور که میدونید سلول سرطانی هستانی در بدن همه ما تولید میشه ولی خب این سیستم ایمنی بدن هستش که اونها رو از بین میبره، ولی هر چقدر بتونیم سیستم ایمنی بدن رو بالا ببریم اونقدر میتونیم غالب و پیروز باشیم بر این اتفاق. و چقدر خوبه که این رو هم فراموش نکنیم که این اتفاقات خوب داره در تکنولوژی در دنیای علم میافته. چقدر خوبه که مثبت ازش استفاده کنیم. از همین نور و فوتو ایمیوتراپی هم میتونیم به صورت منفی میشه استفاده کرد، چون بشر معمولا گاهن فکرش به سمت منفی گرایی هم میره و میتونن به صورت منفی هم استفاده کنن، ولی چقدر خوب که بیان تمام این اتفاقات رو به سمت مثبت و به سمت رفع مشکلات بشری ازش استفاده کنن، نه در جهت تخریب خودمون. بله امیدواریم بمب اتم هم اول برای این کار نشد، ولی خب دیگه ما آدمایی هستیم که هنوز تکامل پیدا نکردیم. از تکامل میگفتیم با فرشون کامل مغزمون نشده، برای همین خیلی هم بعد وقت به گوش میده به این شیطانهای درون خودمون. خب موجودات زنده هستیم که خودمون داریم خودمون رو تشریف میکنیم و در جهت انقراض خودمون داریم قدم برمیداریم. خب چه باید کرد که این کار یه اتفاق نیفته؟ خانم دکتر از این تکنولوژی که داره به این سرعت پیش میره بتونن، نمیگم به این سرعت که دیگه یعنی یکم دیر شده اولا الان، ولی کاش یکم آداب استفاده از این تکنولوژی رو اول به انسان ها میاموختن و بعد در معرض
دقیقا درسته. یه راهی دیگر هم بیرون چرا یه؟ درسته. راهش اینه که واقعا میبینیم این تکنولوژی ها اول به دست آدم های عادی که نمیفته خان دکتر. میگن وای به وقتی که بگندد نمک. یه رئیس جمهوری که بعد از بکنم کیسینجر بودان اسمش یادم نیست، اون اردرش رو داد که ویتنام رو بمب بندازن. یعنی همه این خرابکاری ها دست این بالا دستی ها زنان فعلا ولی جای خوشحالی این خبرهای قشنگی که شما میدین هر بار و یکی از راهایی که دفاع بدنمون بره بالا همراهی با برنامه چهره ها هست. ولی خبر جالب دیگه هم به اتفاق افتاد، کشف میکروب‌های زنده هست در قطب شمال که در مجله اتفاقا خیلی معتبری هم چاپ شد، ISM جورنال هست، که در چشمای بسیار سرد و شور اینها دیدن که این میکروب‌ها زنده و فعال هستن و اصلا به اکسیژن و مواد عالی هم برای حیات نیازمند نیستن. و خوبی خیلی جالبه، ولی امیدوارم که میگم در جهت مثبت بشه از این استفاده کرد. امیدوارم. بالا افرادی که مخترع هر چیزی که هستن اول فکر مثبت بودنشو میکنن، ولی بعد به دست افراد که میفته، مردم که میفته، حالا مردم روی کره زمین، حالا هر کی میخواد باشه، بعد یواش یواش از اون حالت درش میرن. متاسفانه تکنولوژی هم همین بلا رو سرش آورده. اتفاقا مسئله مهمی هم که این اتفاق افتاد در رابطه با ربات ها هست، به خاطر همین میگم امیدوارم در جهت مثبتش که الان داریم میبینیم ربات ها یک سری در جهت منفی دارن استفاده میشن و پژوهشگران آمریکایی هم این رو اعتراف کردن که یه سری ربات هایی هستن که مبتنی بر هوش مصنوعی هستن ولی تعصبات جنسیتی و نژادی در این ربات ها دیده میشه، یعنی به مردان بیشتر از زنان تمایل دارن و همینطور به سفید پوستان بیشتر تمایل دارن تا سیاه پوستان. یعنی گذاشتن که چند تا کتاب گذاشتن با عکس جلد انسان روش و دیدن این ربات ها به طرف مردان بیشتر میرن و همینطور حتی ربات های خانم، ربات های خانم یا ربات های آقا، مرد یا زن؟ نه ربات معمولی، ربات یعنی خانم آقا نداشتن، ولی به این سمت بیشتر کشیده می شدن به چهره های آقایون و سفید پوستان. این خب خیلی بد هست. اصلا من یه سوالی از شما دارم در مورد این ربات، ربات زن و مردم وجود داره یا فقط ربات رباته، نه زن نه مرده؟ نه ربات رباته تا جایی که میدونم. البته طراحیش هم مهمه که طراحان این ربات ها که به هر حال به عنوان نرم افزار و سخت افزاری که در شما به کامپیوتر به کار میره بستگی داره که چه کسانی بودن که اینها رو به هر حال به وجود آوردن. شاید تمایل جنسی بودن که تعصب داشتن، به خاطر همین میگم پشتش افرادی هستند که تفکر منفی دارن یا تعصبات بیجا دارن و باعث میشن که دنیا به سمتی بره که شاید زیاد قشنگ نباشه. امیدواریم به هر سمتی که میره معنای زندگی رو از ما نگیرن، از نسل آینده نگیرن و نسل آینده هم اون حالاتی رو که ما چشیدیم، دور همیا، کافی خوردن ها، گفتگوها، همدلی به خصوص، همدردی، اینا بین آدم ها واقعا از بین نره، چون که خیلی خشک و بیروح و بیمعنا میشه زندگی. امیدواریم که این معنای زندگی واقعا همیشه برای همیشه انسانیت باقی بمونه. خواهد دکتر دقیقا چقدر زمان زود میگذاره با شما. سپاسگزارم و همراه باشیم با بانو دکتر سهیلا منکری عزیز که در مورد مراقبت های بعد و قبل از عمل جراحی. بسیار عالی. الو مرجان جان، خانم دکتر آصفی نیست که قطع شد. سروش جان، الو
سروش جان، بس که باید ارتباط مجدد برقرار کرد تا بتونیم. بله آمدن. الو الو جانم، صدا قطع شده بود. یک لحظه قطع شد. بله بله بله، خانم منتظر، خانم دکتر مانکنی عزیز هستیم که تشریف بیارن و راجع به قبل از عمل و بعد از عمل صحبت کنن. نمیدونم که ارتباط قطع شد. بله یک لحظه، همه چیز درسته، همه چیز الان درسته. عالی. خواستم بگم نظرتون چی آهنگ تولد، واقعا بشنویم بعد بریم ادامه برنامه. بله خیلی هم خوبه، به مریم عزیز میگیم که حتما به خاطر خودش و به خاطر ما این کار رو انجام بده. اگر زمان احتیاج داریم من راجع به ماسک آرنج و پاشنه پا بگم. بله 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 یه زمانی تا مریم عزیز آماده میشه. حتما. خب یه چیزی که ما تو خونه ها ما همگی داریم و دیگه فرقی هم نمی کنه ارگانیک باشه یا غیر ارگانیک باشه، ماینزه. درسته. ماینزو ما میتونیم یه مقدارش رو بستگی به سخاوتتون داره، یه قاشق دو تا قاشق به اندازه بریزیم توی یک ظرفی و بعد بزنیم به پا و پاشنه به مقدار زیاد و بعد یه پلاستیک روش بکشیم و روش جوراب بپوشیم. حالا این بعضی طاقتشو دارن شب تا صبح این کارو میکنن که فوق‌العاده نتیجه میده. اگر هم نه طاقتشو ندارین 20 دقیقه قبل از حمام این کارو بکنین و بعد تو حمام سنگ پاتونو بزنین. باورتون نمیشه اگه دو سه هفته پشت سر همین حرکتو بکنین، به قول معروف پاتون مثل پای بیبی که به وجود اومده تازه به دنیا اومده اونطوری میشه. چقدر عالی، چقدر عالی. پس باید مایونه بس. یه پلاستیک هم روش بکشین و دمپاییتون رو جراب بپوشین و دمپاییتون هم بپوشین راحت برکتون راه بریم. سروش جان هم بار اول تأثیر گذاره؟ بار اول که استفاده بله بله بشه. بله بله همون بار اول 20 دقیقه حد اقلشه. حالا هرچی بیشتر ضرری نمی کنین بهتره، چون که داخلش میدونین که آب لیمو یا سرکه اسید داره، روغن زیتون داره، تخم مرغ داره، همه چیز داخل ماینز، هر چیزایی که به نفع پا و پوست ما هستش. بعد اینو میشه برای مو هم استفاده کرد؟ بله خیلی رو استفاده میکنن به عنوان ماسک مو، ماینز رو میزنن، ولی چون که بعضی از بو خوششون نمیاد باید زده بشه و بعدش هم مثلا از شامپوی استفاده بشه که بوی خوش داشته باشه. بعد برای پوست صورت چی میشه استفاده کرد؟ برای پوست صورت اگر پوست حساس نیست بله، بعضی ها به ترشی مثلا اون لیمویی که داخلشه ممکنه حساس، ولی آره ببین هر چیزی که میشه بخوری یه قانون واقعیه. من همیشه میگم چیزای خوراکی که مال بچه ها هست بدون پرسش همه ما میتونیم بخوریم. درسته. بله. شامپویی که مال بچه هست دیگه بدون پرسش ما میتونیم استفاده کنیم، هم برای صورتمون هم برای مو، چون که پخاشش خونساست و هیچ ضرری نداره، فوق العاده است. برای ماسک های مختلف صورت و مو هم هر چیزی که داخل بدن ما میره و ضرری برامون نداره میتونه ماسک مو یا ماسک صورت بشه. ماینز چیزیه که ما توی اولویه میریزیم تو غذای مختلف میریزیم. البته خب وقتی زیاد بخوریم چربیمون میره بالا، هزار تا مسئله پیدا میکنیم، ولی روی پوست و مو دیگه این مسئله رو هم نداره. پاشنه پا هم بعدش که سنگ پا کشیده میشه و تمیز میشه یا با یه لیپ زب، فوق العاده نتیجه میده. حالا جدیدن که طب سنتی خیلی خیلی داره تبلیغ میکنه از سنگ پا، میگن که کسایی که سوزش پا دارن یا دیابت دارن یا مسائلی دارن که سرکولیشن و اون گردش خونشون کم هست، حالا اینا خاصیت دارن، عزیز هم میتونیم ازشون بپرسیم، وقتی که سنگ پا میزنن جریان خون رو در پا بیشتر میکنن و خیلی کار خوبیه این سنتی که ما ایرانی ها داشتیم. اما سنگ پای خودمون مال ایران رو باید استفاده کرد یا اینجا میشه از این سوپرمارکت ها خرید؟ فرقی نمی کنه به نظر من. الان قدیمی ها خب طبیعی تر بوده، پلاستیکی نیست و طبیعی تر خب مسلما بهتره، ولی خب من خودم
پا رو بعد از اینکه استفاده میشه یک کمی هایدروژن پروکساید یا هم آب اکسیژن هایدروژن پروکساید میریزم روش خیلی، چون روزنه داره دیگه، این روزنه هاش توش ممکنه آره کثیف بشه، این هایدروژن پروکساید خیلی کمک میکنه که زبونش بکنه. ممنون ازت سوزروش جان، خواهش میکنم. ما مشتاقیم که صحبت های خانمی دکتر نانکری از بمونم بشنگیم و بعد آخر در من اسکراپ رو برات میگم برای بسرعی. تا شما خانم دکتر رو میاری رو ایر، من از مریم از خواهش کنم که این آهنگ رو پخش کنه. ممنون، بسیار عالی. دل من با دل تو جوره، شب حس من یه حس مغروره، شب شب میلاد چشماته، شب تموم حسم باهاته. از تولد تو چند تا بهار گذشته، همه شادن امشب شب تو یه فرشته. از میون قلبت یه آرزو جدا کن، تا سحر برقص و گل لبا تو با کن، تا سحر برقص و گل لبا تو با کن. همه آماده ایم با نور و ساز و چشمه، ای عزیز امشب تولدت مبارک. همه آماده ایم با نور و ساز و چشمه، ای عزیز امشب تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک. باز یه شمع روشن اضافه شد به شمع، زیر نور این شم چه برقی داره چشمات. بوسه یه ترانه هدیه به لبهات شده، نور شم امشم عاشق دستات شده. همه حلقه بستن دور تو تا برسی، حلقه رو نگاه کن گلش خودت تو هستی، حلقه رو نگاه کن گلش خودت تو هستی. همه آماده با نور و ساز و چشمه، ای عزیز امشب تولدت مبارک. همه آماده با نور و ساز و چشمه، ای عزیز امشب تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک. برگشتی مریم جون، میگن که این موزیک ویدیویی رو که گذاشتم تقدیم میکنم به تمام افرادی که امروز تولدشون بوده. الو سروش جان. بله بله، منم دارم میشنم صدای قشنگ شما رو. باز هم تبریک میگی به مریم عزیز، همطور که خودش گفت همه عزیزانی که امروز به دنیا اومدن. بله. خیلی حتما به دنیا اومدن. امروز چندومی؟ 24 جون امروز. 24 جون. او نوی منم با مریم جون دو روز فقط تفاوت داره. 26 جون. 26 جون. آره، آرتا 26 جون به دنیا اومده که امسال یک ساله میشه. مبارک باشه. ممنونم عزیز. تولدش مبارک. ممنونم. میدونی که جونیا همشون خیلی جونی هم واقعا. جون جون. مادرم هم جون به دنیا آمدن. تولدشون جون هست. بشه داری تولدشون هم مادر. دیگه مریم جون، آرتا جون، مادر جان. برمون که خد برنامه انرژیش بالاست همیشه این چهره ها. و همونطور که خودتونم گفتی خانم دکتر، انگار یه برنامه مال ماست، مال خودمونه، خونه خودمونه. احساس راحتی میکنیم و
این نوستالژی ها رو که آدم میبینه مال گذشته، همین صمیمیت و همدلی و سادگی شکل حال آدم رو خوب میکنه. نه پوری جان، دقیقا. خب برای همینی سروش جان، دقیقا برای همینی دوستی من و شما اینقدر دوام پیدا کرده، به خاطر همون سادگیش و رو راستیش و مهر و عشق واقعیه که واقعا وجود داره. واقعا. خب شما دارین خانم دکتر رو میارین؟ خانم دکتر هستیم، زل همراه هستیم با بانو دکتر سلمانکری عزیز. درود با سلام جمع خدمت همه عزیزان، خانم سروش عزیزم، صدر خانم هوشیانی‌زاده عزیز، مریم نازنین، با تولدشون رو تبریک میگم و همچنین سلام میگم به همه بینندگان برنامه تلویزیون هست امروز و بخش چهره. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. ممنون از شما. منتظر حرفای قشنگ و خوب و مفیدتون هستیم، به خصوص برای کارهای قبل و بعد از جراحی. خب اتفاقا شما امروز یه بحث هم راجع به درمان سرطان کردیم. حالا به هر حال یکی از این درمان ها جراحی ها هست که باز مربوط به مطلب امروز ما هم خواهد بود. یک نکته رو خدمت همه بینندگان میخواستم عرض کنم، حالا به هر حال کسی که کیس جراحی هست و میخواد جراحی بکنه، طبیعتا پزشک مربوطش رو در هر رشته خاص اون جراحی مراجعه میکنه، بیماریش تشخیص داده میشه و بعد تصمیم میگیرن که آیا این بیمار باید جراحی بشه یا نه. این نکته رو میگم که اولا خب حالا مریض اکثرا خب میدونن که باید پزشکشون رو در چه زمینه و چگونه انتخاب بکنن، چقدر بهش اعتماد داشته باشن، چقدر باهاش راحت باشن و چقدر بدونن که میتونه بهترین جراحی رو برایشون انجام بده. قبل از این که هر گونه حالا اقدام جراحی به عمل بیاد، خود بیماران میتونن با یک یا دو تا پزشک زیاد، چون میدونید پزشکای مختلف هستن، گاهی مریضای ما سردرگم میشن و 50 تا پزشک میرن ببینن، بالاخره یکی میگه جراحی نکن که اینا به اون خاصیت خودشون برسن، با دو یا سه تا پزشک معتبر میتونن مشورت بکنن که این شور رو من خیلیم دوست دارم و به نظرم کار عاقلانه ای هم هست. قبل از اون حتما باید با پزشکشون راجع به بیماری هایی که دارن، از بیماری های آتیومین گرفته، بیماری تیروئید، بیماری درد چیست که خیلی مهمه، فشار خون و اگر افسرده یورستراب دارن، هر نوع دارویی که مصرف میکنن و سابقه شو به پزشکشون بگن، اگر سیگاری هستن، اگر آسپرین و داروهای ضد انقباض فرق کننده خون به دلیل بیماری های قلبی و عروقی مصرف میکنن، اگر سابقه بیماری های عروقی دارن مثل لخته خون که ما بهش ایدیتی میگیم، یا سابقه سکته مغزی خودشون در گذشته و یا اینکه در نزدیکانشون دارن، تو اینا همه در پلان های قبل و بعد عمل جراحی برای پزشک خیلی مهمه و همچنین راهنمودی هست برای پزشک بیهوشی که نحوه به اصطلاح درمان رو چه نوع بیهوشی رو برای بیمارش انتخاب کنه بسیار بسیار مهم هستش. یه نکته دیگه این که اگر که مریضی کاندید جراحی هست، با پزشکش که صحبت میکنه داروهای ضد انقباضش رو، حالا اگر بیماری قلبی مهمی داشته باشه، باید در بیمارستان زیر نظر متخصص قلب این داروها رو به تدریج تغییر میدن به گونه ای که تستای انقباضی نرمال بشه. ولی اگر فقط آسپرین میخورن، چون آسپرین دست کننده خونه ولی خب خیلی حالا بیماری جدی مهمی ندارن، میتونن از یک هفته قبل از عمل رو قطع کنن. همچنین برخی از داروها مثلا حتی روفن، حتی ویتامین ای، حتی کپسول گل مغربی کاندوز اول، همه اینها میتونن یه مقدار اثر رزق کننده خون داشته باشن که جراحی رو کمی مشکل و مشتاق خونی رو مشکل کنه. همه اینا رو باید با پزشکشون در میان بذارن. خیلی وقتا شده اصلا مریض آمده بیمارستان، تو برخی از آزمایشات رو ما روز قبل در بیمارستان انجام میدیم، اومده بیمارستان سی ام جی به برنامه عملش داده شده، تازه میفهمیم که آسپرین مصرف میکنه، اون پس باید بره یه هفته بعد برگرده. یا اینکه تستای تیرویدیش هنوز مثلا نرمال نشده، داروی تیروید میخورده ولی به پزشکش نگفته. بعد یک سری آزمایشات هست که به طور روتین ما در بیمارانمون انجام میدیم، از جمله آزمایش قند هست، بعد
کنترل فشار خون هست و همچنین کلی آزمایش های روتین از کم خونی، تستای نهایی، تستای کبدی، تستای کلیوی و همچنین قند خون، چون همه اینها فاکتورهایی هستن که در پروگنوزیس جراحی ما خیلی تاثیر گذارن و گاهی وقتا ما مجبوریم که پلن درمانیمون رو حتی تغییر بدیم با توجه به جواب آزمایش و ممکنه جراحی اگر اون شانس نباشه به تغییر برسه. پس همه اینها فاکتورهای مهمی که بیمار خودش باید کمک بکنه، چون من همیشه به مریضام میگم اولین دکتر خودتون خودتونی، شما این که با این بدن دارین یک عمر زندگی میکنین و هر حالت غیر عادیتون رو باید گزارش بکنین. داروهای ضد استرس، افسردگی، داروهای اعصاب، اگر ما اینجا بهش میگن توی امریکا یا حالا در دوست پزشکی الیسیتران یا داروهای ممنوعه مثل ماریوانا یا سیگارهای یا یادآور یا مواد مخدری مثل مواد مورفین دار استفاده میکنن و باید بگن، چون وقت ممکنه دفعه یه جوشی آپنه بکنن و پزشک ندونه. آلرژی های دارویی و غذایشون رو باید ذکر بکنن که از مصرف داروهایی که ممکنه که حساسیت جا باشه در این عمل و حتی برخی از داروهای بیهوشی، مثلا یه زمانی داروی پروپوفول بود خیلی تخمه حساسیت داشتن نمیدونستن و خود اون چقدر آیزه داد و حتی مواردی از مرگ هم مشاهده شد که شوکه آنافلاکسی داده بود. بنابراین خیلی خیلی همین این غذایا مهم. یه نکته دیگه هم مهمه و اون وزن مریضه. اگر جراحی الکتیوه و میشه به تعویق انداختن، همیشه توصیه میکنم بهتر بیمارانشو بذاره وزنشون کم بکنم، ولی خب اگر جراحی اورژانس باشه یا به هر حال باید هرچه سریعتر این کارو بکنیم، خب اونم میسر نیست، چون اگر BMI بدن، BMI یعنی Body Mass Index، یعنی اون توده بدنی که عبارت است از وزن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد بر حسب متر، اگر این بین 20 تا 25 بشه نرماله، زیر 20 بریز لاغر محسوب میشه، 25 تا 30 به سوی چاقی میره، 30 تا 35 چاق محسوب میشه، 35 تا 40 چاقی ها به سمت خطر میرن و 40 به بالا یک که در واقع موربید آبسیتی یا چاقی پرخطر هست که حتی بیمار حتی با بیمه کاندید عملی اسلیف خواهد بود. برای همین در خانمایی که میخوام باردار بشن، همیشه من BMIشون رو اندازه میگیرم. اگر BMI در حال خطر دارن، توصیه میکنم حاملگیشون تا رسیدن به وزن ایدئال باید به تعویق بیفتیم. پس اینا شد کارهایی که باید قبل از عمل بکنیم. خانم دکتر، یه سوالی از شما دارم و اون اینه که این تمام این مطالبی که شما فرمودین در مورد هر نوع جراحی باید انجام بشه؟ ببینید، در مورد همه جراحی های بزرگ شکمی که حتما باید انجام بشه، جراحی هایی که تو قفسه سینه و تیروئید و گردن و قلب و اینا که باید انجام بشه، بلکه از جراحی هایی که کوچکتر و سن بیمار هم مهم، بیمارانی که مثلا زیر 40 سال هستن ممکنه برخی از آزمایشا رو ما مثلا انجام ندیم. مثل چی؟ اگر بیمار هیچ سابقه ای نداره، ممکنه در بیماری زیر 40 سال ما مشاوره داخلی ندیم، اینا مثلا فرض کن اکوکاردیوگرافی قبل نکنیم. من در بیمارانی که بالای 45 هستن حتما مشاوره داخلی انجام میشه، حتما باید نوار قلبشون گرفته میشه، حتما اکوکاردیوگرافی قلبی باید انجام میشه، چون خب اینا در خطر بیشتری برای بیماری های ایسکمیک قلبی و یا حوادث قلبی عمومی بعد از عمل هستن. ولی یکی از اساتید بیهوشی ما، من یادم میاد بهتونم میگفتم خب این که کورس های جزئیات مهم نیست، ولی دکتر الان مثلا 5 دقیقه شما یه بیهوشی بکن با سری کار انجام. میگم مثلا عزیز من، ما بیهوشی کم خطر نداریم، هر مریض خودش یه نوع خطر محسوب میشه. در موارد خیلی اورژانس ما فقط ممکنه که آزمایش خون برای درجه هموگلوبین، تستای نقاگی برای درصد نقاگی خون و همچنین مثلا تستای کلیوی و یه قند اورژانس رو از مریضمون بگیریم. خب نه، اما در هر بیمارستانی که بخش اورژانس داره نوار قند میتونن بگیرن بلافاصله، اتیسینه میتونن بگیرن، این کارا رو میتونن انجام بدن برای مریض. پس بنابراین یه سری آزمایشات محدود مربوط به سن هم میشه و سن مریض برای مشاوره و آزمایشگاه ممکنه یکم کارها رو پیشرفته تر بکنه. همچنین در بیمارانی که جراحی های شکمی یا در بیماری های زنان، جراحی های زنان دارن در ناحیه رحم و سفتان ها مثل میوم، مثل هیستکتومی که عمل بزرگه، ممکنه که علاوه بر سونوگرافی ما
سیتی اسکن و یا MRI رو برای تشخیص درگیری احتمالی ضایعه در داخل شکم و کبد و سایر قسمت‌هایی که مهم هستن در جراحی و در دسترس ما هستن برایشون انجام بدیم. بس اینجا حالا مریض رو ما آماده میکنیم. مریض هم باید از حداقل 12 ساعت قبل از جراحیش NPO باشه، یعنی ناشتا باشه، چیزی از نظر جهانی مصرف نکرده باشه و حتما باید قبل از عمل، یعنی روز قبل از عمل یا شب قبل از عمل حتما باید جوش بگیرن. و خیلی هم خوبه که از اساتید قدیمی ما این کار رو همیشه توصیه میکردن که با بتادینای اسکراب در حمام چند دو ساعت قبل از اینکه بیان بیمارستان روز عملشون یه جوشه گرفتن اون ناحیه رو کاملا اسکراب بکنن و تمیز آب کشی کنن با حوله تمیز استفاده نشده یعنی اتو شده یا به هر حال ما مطمئنیم که تمیز و استریل هست شکمشون رو پاک بکنن و به اتاق عملشون رو بپوشن که به هر حال خطر آلودگی و عفونت جراحی رو این مسئله براشون خیلی کم میکنه، مخصوصا بعد جراحی هایی که ابدومینوپلاستی میشن اساسی به خیلی خوبه با این کار رو میکردن. و در یکی از استادامون که یادشون بخیر بسیار هم استاد بزرگواری هستن، ما عفونت جراحی رو مخصوصا در ابدومینوپلاستی هایی که خیلی شانسش در مریضا بالا بود کمتر داشتیم. اما یه نکته هم بگم، بیماران دیابتی و کسانی که بیماری های عروقی دارن، پروتون مصرف میکنن یا اون که تا هر فکرین و شکمشون آویزونه، در اینها احتمال عفونت های زخم و جراحی به هر حال بالاست و ما قبل از عمل تمام این نکات رو و در مریضمون توضیح بدیم، لیستی عمل ها رو براشون مشخص بکنیم که بعد از عمل بدونن که حالا پزشکشون هشدارهای لازم رو داده و اونها با آمادگی بیشتری برای جراحی حاضر بشن. قبل از جراحی این قسمت رو هم بگم اگر سوالی نداریم، بعد از جراحی بستگی به وضعیت مریض، حالا اگر جراحی بزرگ داشته باشه اینا به بخش مراقبت های ویژه ممکنی منتقل بشن 24 تا 48 ساعت و بعد از اون دیگه با سلامتی پزشکی آی سی و همچنین جراح مربوطه به بخش منتقل میشن. در بخش حداقل در جراحی شکمی ممکنه 12 تا 24 ساعت مریض سون داشته باشه برای اینکه بی حرکت و ادرار بتونه راحت جریان داشته باشه و از ما اذیت نشه. در ضمن حجم ادرار خیلی مهمه چون میزان دریافتی و مثلا خروج ادرار که حجم مایع رو مشخص میکنه برای پزشک و پرستاری که نرسینگ مریض رو انجام میده خیلی خیلی مهم. این نکته دیگه هم بگم از نظر روانی خیلی مهمه، با اون اینکه خب اگر بیمارانی هستن که همراهی ندارن در سنین بالا هستن، گاهی وقتا بیماران مهاجرن، تنها هستن، در بیمارستان های خوب معمولا برای اینها کمک نرس هایی هستن که در کنار بیماران به عنوان سیتی قرار میگیرن و میتونن بهشون دلداری و امید بدن. لازم علایم حیاتیشون رو هم در نظر میگیرن که اگر مشکلی پیدا شد یا مریض نیاز به کمک داشت سریعا پرستار بخش رو خبر بکنن. حالا سن مریض هم بستگی به شرایطش داره، معمولا 12 تا 24 ساعت بعد خارج میشه. و چیزی که مهمه حرکت مریضه، یعنی جراحی ها به خصوص در سزارین حاملگی یا بیماران مسن و جام خطر دیویتی یا آمبولی رو خیلی بالا میبرن، یعنی لخته در خون تشکیل میشه حتی و ممکنه حرکت کنه بره به ریه و به قلب برسه و ایجاد آمبولی و مرگ بکنه. در نتیجه تحرک اندام تحتانی یا ماساژ اون در 24 ساعت اول چه به وسیله دستگاهی که کاف هست اونجا میذارن روی پای مریض که اون ماساژ رو میده مرتب تخلیه میشه، پر میشه از هوا و اون ماساژ رو دارن انجام ایجاد میکنه. یا اگر که امکاناتش نباشه در بیمارستان هایی که نباشه، خب ما میگیم همراه مریض یا اون پرستاری که به ماساژ اندام تحتانی هم میده و در اولین فرصت مریض آمبولیت بشه و بلند شه راه بره، چون راه رفتن و حرکتی از مهمترین چیزهاییست که بیمار ما رو از خطر آمبولی نجات میده.
استفادهتون هم دیگه حالا آنتی بیوتیک و داروها بر اساس نیاز توسط پزشک مشخص میشه و بیمار مرخص میشه و بعد از ترخیص هم کارهایی که باید بکنید روی 4 و 5 روز 4 رو معمولا میتونن دوش بگیرن و هفته بعد برن پزشکشون دیزیسشون بکنه. رژیم غذایی در 24 ساعت و 48 ساعت اول بهتره ساده باشه، یعنی مایعات صاف شده که از نفخ بعد از عمل چون حرکت چون زیاد نیست و یوبسط جدا میکنن و در نتیجه نفخ پیدا میکنن به خصوص در اثر داروهای بیدوشی و اگر بیوسی سمری شده باشه یه پنج گروده هاشون ایجاد میشه و این رو برحال کنترلشون میکنیم و بعدش هم دیگه فعالیت های عادی رو در بیمارای کرده بزرگ داشتن حتما فعالیت های عادی یا ورزش های معمولی یا رانندگی برای رو بهشون میگیم چه زمانی باشه. رانندگی حداقل هفته بعد باید باشه. ورزش هایی رو که فشار میاره به اندام هاشون از 6 هفته بعد میتونن آغاز کنن، اما راه رفتن در اولین زمان ممکنه بعد از عمل و همطور آرام آرام دیگه راه برن تا زمانی که میتونن بهتر و بهتر حرکت بکنن که مثلا بعد از 2 هفته غالبا دیگه راحت میتونن راه برن. همکاری مریض، مصرف به موقع داروهاش، دوش گرفتن و مراقبت از وقت خیلی مهمه، چرا که اگر این رعایت ها نباشه خب طبیعتا عفونت های زخم، تبولرس یا خونریزی یا همه اینها میتونه برشون آزار دهنده بشه. همه علامت غیر طبیعی نظیر تب، لرس، خونریزی غیر عادی، عفونت زخم، قرمز شدن، ترشح شرکت اون رو و حتی اگر ترخیص هم شدن از طریق پرستار بخش تلفنی اطلاع بدن و اگر لازمشون به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه کنن و مجددا ویزیت بشن. مثل ویتامین ها هم که معمولا برای افزایش توان و قدرت بیمارانمون توصیه میکنیم بعد از عمل مصرف کنن که هم سطح ایمنیشون بالا بره و هم توان جنگیدن با سلولهای زخمی داشته باشن که ترمیم رو برشون راحتتر ایجاد بکنیم. برحال اگر سوالی بشه من در خدمتتون هستم. خیلی عالی، خیلی خوب بود. یه آنم چیز یاد گرفتیم خانم دکتر و چقدر عالی و مفید به هر کدوم از این مطالب، هر کدومش میشه یک کلید و یک پیشگیری و پیشبینی، چون این اطلاعات فوق العاده کمک میکنه و این دوره هم که میدونید همه ما به هر حال در یه مقطعی از زمان یا دوستان و عزیزان و خانوادهمون احتیاج به این اطلاعات دارن که خیلی کمک کننده است. ممنونیم از شما. ممنون از شما. من خواهش میکنم به زبانی ساده و راحت گفتم که به هر حال شنوندگان حالا ممکنه خیلی هاشون تو زمینه پزشکی نباشن و حتی بتونن با مسئله برخورد کنن و خودشون اطلاعاتی داشته باشن که چگونه خودشون رو برای این جراحی آماده بکنن و یه مسئله اصلا استرس نداشته باشن وقتی که به پزشکشون و بیمارستانی که مراجعه میکنن اعتماد داشته باشن و بدونن که همه اونها خودشون بیش از بیمار و همراهانش مسئولن و بهترین خوشحالی پزشک و خند رضایت بیمارش هست. 100%. ممنون از شما. پوری جان الان فرصت هست که من زودی اسکراپ بگم یا یعنی اینکه بذاریمش برای هفته دیگه؟ هست، بگین لطفا. باشه. خیلی راحته. ما همیشه تو برنامه چهره ها خان دکتر مجانستی عزیز، خان دکتر ناکمی عزیز همیشه از ماسک و زیبایی و اینا صحبت میکردیم. حالا شروع کردیم که در این برنامه ها حتما یادآوری بکنیم رسیدگی به وجود خودمون رو، همطور شما گفتیم روحیه خودمون رو بالا ببریم با این کارهای کوچیک. و یکی از این اسکراپ هایی که خیلی خیلی برای پوست موثره بعد از اینکه پوست رو تمیزش کردیم، چای سبز و عسل رو روی پوست خیس اسکراپ میکنید، مثل سفیدابی که قدیمی ها به صورت دورانی به طرف شقیقه یه 5 دقیقه 3 دقیقه هر چقدر که حوصله دارید آروم آروم ماساژ میدید و بعد شستشو میکنین و سروم مورد نظر خودتون رو میزنید. حالا ما سروم لاستین میزنیم، هر کس هر سرومی داره یا کرمی داره حتما بعد از این اسکراپ استفاده بکنه. نوش جن پوستتون. ممنون که با هم بودید. مرسی از شما. مرسی خانم دکتر. خانم شما میخوام بگم خیلی ممنون برای ماسکای بسیار مفیدتون. چون یکی از مسائل مهم زمینه
یک پوست سالمه برای اینکه میکاپ روش قشنگتر بشینه. اینکه همش میان آدم یه پوست نامرتب و بد و ناسالم بخواد میکاپ بکنه اصلا چیز قشنگی نمیشه. در واقع مثل یه نقاشی میمونه که باید اون زمینه نباشه یا اون بوم کاملا تمیز باشه تا رنگ ها بزیبایی روش جلوه بکنه. مرسی از ماسکای قشنگی که توضیح. بس چه توضیح عالی بود. ممنونم از وقت. خانم دکتر مجد حاسبی عزیز، پوری عزیزم، ممنونم از خواهش. ممنون از همه شما. خواهش میکنم. مرسی. خدا نگهدار. ویکند خوبی داشته باشی. خدا نگهدار. مرسی. بله، مطلبی کوتاهی هست که دلم میخواد با بینندگان عزیزم در میون بذارم و اونه میگه من و همسرم از هم خسته شدیم، دیگر احساسی بین ما نیست، تقریبا هیچ حرفی با هم نمیزنیم، سرد و بیرو و شاید جدا شدیم. چندی پیش یک پیامک ناشناس و پر احساس برایش دادم. یک پاسخ پر احساس به این پیامک ناشناس داد، گفت تو چقدر زیبا حرف میزنی، و من زیباتر پاسخش را دادم و او زیباتر پاسخم را داد و باز من زیباتر و باز او زیباتر. اصلا فکر نمی کردم همسرم بلد باشد تا این حد محبت آمیز حرف بزند. گاهی آنقدر عاشقانه حرف می زنیم که من یادم می رود آن سوی خط همسرم هست. حالا این دو به ظاهر ناشناس عاشق هم شده ایم. آرزو دارد که مرا ببیند و بشناسد. حتی گو به خاطر من از همسرش جدا می شود. کاش می شد تا ابد ناشناس و عاشقانه زندگی می کردیم. آدم های عجیبی هستیم، ناشناس عاشق هم می شویم، ناشناس برای هم می میریم، ناشناس از هم لبریز می شویم، ولی وقتی خودمانیم همونی می شویم که تو بهتر از من می دانی. هفته بسیار خوبی رو داشته باشی در کنار عزیزانتون. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. خدا نگهدار.